نمیشینی؟ کار دارم باید برم. اومدم یه سر به بشیر بزنم. ای بابا چرا هر کیو میبینم همینو بهم میگه؟ دیگه چیکار داری مگه؟ تدارکات عروسی دیگه. باید یه سر برم سالن عروسی رو چک کنم. میشه منم باهات بیام؟ باشه بیا. تو هم میخوای بخوابی؟ آره. برو خیالت راحت باشه. ببینم همین الان میخوای بری؟ منتظر میشی برم لباسمو عوض کنم؟ فقط عجله کن. باشه میبینمت بشیر. به سلامت. ببینید میز عقد اونجا قرار میگیره. تو قایق‌های روبرو هم فشفشه و آتیش روشن میشه. خوبه. طبق درخواست شما توی حیاط هم فشفشه روشن میکنیم. از همه طرف دید داره. خیلی چیز جالب و جذابیه. راجع به این موضوع با نهال خانم صحبت کنید. اگه نظر منو بخواین میگم اصلا نیازی به اینا نیست. بله، اینا همه سفارش نهال خانومه. پس دیگه با هم حرفی نداریم. مراد میخوام اینجا رو ببینم مهند، تو برو به کارت برس. قرار سالن پذیرایی مهمونا کجا باشه؟ با من بیاین تا بهتون نشون بدم. باشه. اومدم صحبت کنیم. انتظارشو داشتم. من الان یه مدته که به این موضوع پی بردم. وقتی به این موضوع فکر میکردم خودمو گناهکار میدیدم، ولی سکوت گناه بزرگیه. میدونم چیزی که تو اون سی دی بود به سمر خانمم ربط داره. به تو و سمر خانم. بین ما چیزی وجود نداره. دیگه بهتون اجازه نمیدم بیشتر از این نهالو به بازی بگیرین. خیلی خوب. درسته بین من و سمر یه رابطه ای بوده، ولی قبلا قبل از اینکه با عمو ازدواج بکنه راستشو میگم. آه. در واقع قبل از اینکه با بیسان آشنا بشم. یه موضوع فراموش شده است. حالا دیگه لزومی نداره بخواین دوباره این موضوع رو باز بکنید. بعدم با بیسان آشنا شدم، همین. چرا به عدنان بک چیزی نگفتی؟ چون نمیخواستم عمو چیزی بدونه. این یه موضوع قدیمیه، ما خودمونم حتی فراموشش کرده بودیم. خب بشیر چی؟ بشیر خب نمیدونم چجوری عکس منو سمر رو پیدا کرده. میخواست از فرصت استفاده بکنه، چون نگران بود که شاید من نتونم نهالو خوشبخت بکنم. البته دیگه وقتی برای ثابت شد که من چقدر نهالو دوست دارم به هم احترام میذاره، تصمیم گرفت که اون سی دی رو بده به من. خب هلمی اونال چطور؟ گوشواره سمر خانم که گم شده بود چی؟ یادم خیلی هم نگران بودین. من فکر نمی کنم این موضوع زیاد به گذشته ربط داشته باشه. یه چیزی هست که نمیذاره من حرفاتو باور کنم. قسم میخورم که هیچی بین من و سمر نیست. اگه تو فکر میکنی که با این ازدواج میتونی چیزی رو پنهون کنی، اشتباه فکر میکنی. آخه این حرفا چیه؟ من نهالو دوست دارم. من نمیتونم باور کنم.
تا دیر نشده از زندگی این دختر برو بیرون. مادمازل، دارم از صمیم قلبم میگم. میگم که هیچ کس جز نهال تو قلب من وجود نداره. نه، تو هیچ وقت نمیتونی نهال خوشبخت کنی. من به این موضوع ایمان دارم. خواهش میکنم ازش سوء استفاده نکن. مادمازل، با تمام وجود ازت میخوام به من اعتماد کنی. من اونو دوست دارم. سعی میکنم خوشبختش بکنم تا آخرین لحظه ی عمرم. خواهش میکنم نهال چیزی نفهمه. عذر میخوام که یکم دیر کردم. منتظر حسن آقا شدم. اینا چند تا مدل تزیین سالانه. سلام. خوشبختم. این برنامه یه چیدمان اتاقای پذیراییه. اگرم براتون جالب نبود میتونیم عوضش کنیم. ممنون. من اینا رو با خودم میبرم. سالن باید گنجایش همه مهمونا رو داشته باشه. من الان زیاد وقت ندارم، به خاطر همین اینا رو با خودم میبرم. باشه، اشکالی نداره. براتون میذارم تو ماشین. باشه، خیلی ممنون. من نهالو دوست دارم. این تنها حقیقت زندگی منه. اگه از چیزی که میدونی نهالو در جریان بذاری، یعنی همه چی رو نابود کردی. اون وقت دیگه جایی واسه خوشبختی نمیمونه. خواهش میکنم چیزی بهش نکن. متوجه شدم. پس باید از همین الان صندلیا رو آماده کنیم. اون دو طرف رو میبینی؟ قراره که اونجا آتیش بازی را بیفته. باشه، چشم. مهند بیگ، قرار شد تمام نمونه ها رو براتون تو ماشین بذارم. خیلی ممنون. دنبال مراد میگردم. شما ها ندیدین کجاست؟ تو ماشین منتظر شماست. جدی؟ خیلی ممنون. خداحافظ. خدا نگهدار. خدا نگهدار. یه ساعته دارم دنبالت میکردم. معلوم از کجا رفتی؟ کاراتو تموم کردی؟ بله. چی شده؟ هیچی، حوصله‌ام سر رفته. اون طرف بودی؟ آره، داشتم میچرخیدم. ببینم دیگه چی کار داری؟ اول میرم کچنوارم رو میگیرم، بعدم میرم دانشگاه. پس من با یه آژانس برمیگردم خونه. مزاحمت نمیشم، برو به کارت برس. زده به سر تو. اول تو رو میرسونم خونه، بعد میرم به کارام میرسم.